با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز برنامه گفتگو در تلویزیون برابری با رفقا محمد رضا شالگونی و تحریه روزبه هستیم و نگاهی میکنیم به حکومت اسلامی ایران و تأثیرات سیاست مذهبی در جامعه ایران. 44 سال پیش خمینی وعده حکومتی رو داده بود که در آن اخلاق و معنویت حرف اول رو بزنه و به اصطلاح اصول اسلامی راه پیشرفت و عدالت در جامعه رو بگشا باز کنه، تا حد زیادی از در هم تنیدگی سیاست و اخلاق صحبت میکرد و حکومت دینی رو وسیله برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام قلمداد میکرد. در این حال میگفت که روحانیون در دولت و حکومت نقش بسیار مهمی نخواهند داشت. میخواست به قم بره، اما داستان به گونه دیگری پیش رفت. امروز که در آستانه 40 هستیم، همه دستگاه های حکومتی برای راهپیمایی بزرگ به سوی کربلا بسیج شدند. تمام بودجه های کشور در این راه در واقع صرف میشه و دولت مدام در حال خودیسازی و گزینش های بسیاری است که جز ویرانی های بزرگ رو بر جای نگذاشت. در این باره با این دو عزیز صحبت. درود در شما محمد رضا شالگونی عزیز. سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت تقیه روزبه عزیز و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون برابری. بعد از 44 سال حکومت مذهبی در ایران، آن چیز که باقی مانده جز ویرانه های بزرگ در تمام عرصه های اجتماعی و اقتصادی و صنعتی، در عرصه های اخلاقی و در عرصه فروپاشی ها نیست. شما چگونه میبینین علی رغم بودجه بسیار بسیار عظیمی که تمام نهادهای مذهبی در کشور دارن، مدام این حفره پر نمیشه و مدام تمام اقتصاد و جامعه ما رو داره میبله، شما چگونه میبینین این تأثیرات حکومت مذهبی و سیاست روحانیت رو در کشور ما؟ ببینید، اولین مسئله ای که باید توجه بکنیم، حالا از این جمهوری اسلامی کمی آدم فاصله بگیره، کلن هر دولت ایدئولوژیک که یک به اصطلاح ایدئولوژی رسمی داره و میخواد اون رو به اصطلاح بر جامعه تحمیل بکنه و جامعه رو بر مبنای اون ارزش‌ها و معیارهای اون ایدئولوژی به اصطلاح جهت بده، سازمان بده و اینها، معمولاً چنین دولت‌هایی قبل از اینکه در واقع بتونن حتی اون فکرشون رو به اصطلاح گسترش بدن، واقعیت اینه که اون ایدئولوژی رو بی‌اعتبار می‌کنند. اینو بایستی توجه داشته باشیم. حالا نه اینکه همین الان اینطوریه، واقعیت اینه که در مثلا بهتر من از یک چیزی از چپ ها بگم و اینها، که مثلا اونهایی که به اصطلاح اون سیستم های به اصطلاح مثلا در اتحاد شوروی، در چین، در ویتنام، فلان بهمان، حتی مرغوب تر از همه در کوبا، به اصطلاح دولت هایی به وجود میاد که یک ایدئولوژی به اصطلاح واقعا پیش رو، یک سیستم فکری پیش روی رو میخوام پیش ببرند و اینها، منتها چون آزادی ها و دموکراسی رو به اصطلاح محدود میکنن یا سرکوب میکنن و میخوان که جامعه رو به اصطلاح یک دست بکنن، خود اون سیستم رو در واقع آسیب میزنن. میبینید که شاید مثلا انقلاب اکتبر نبود، مارکس اینقدر مثلا در دنیا واقعا به سرعت به اصطلاح مطرح نمیشد، به اصطلاح تفکر مارکس و فلان و اینا، منتها واقعیت اینه که دولت هایی که مثلا بعد از انقلاب اکتبر به تبع اون به وجود اومدند و اینها،
در این حال ضربه زدم به اون تفکر درخشان و اون راهی که مارکس در واقع به اصطلاح برای اون تلاش میکرد و این داستان ها. یعنی در واقع توجه داشته باشید که مثلا در رابطه با مسئله به اصطلاح چه جامعه ای میخواهیم، اگه از مارکس میپرسیدن که بعضی ها پرسیدن، میگه بسته بینه که ببینیم چه وضعیتی هست، چه یعنی الگویی نداره. فرق مارکس با اون سوسیالیست های به اصطلاح تخیلی که میگند و فلان اوتوپیا داشتند و فلان و اینها، یه ناکجاباتی داشتند و اینها، این بود که در واقع اونها همهشون در رابطه با اون جامعه‌ای که باید به وجود بیاد کلی گمان زنی میکردن. مارکس اصلا با چنین چیزی مخالف بود، میگه اصلا ما نمیتونیم چی بکنیم. مارکس این حرف بلانچی رو خیلی خوشش میامده که بلانچی میگفته که ما نادان ها، ما آدم هایی که به اصطلاح نمیدونیم اصلا در آینده چه اتفاق افتاد، چه خواهد افتاد، چطور وضعیت عوض خواهد شد، چه تغییراتی در جامعه به وجود اومد، برای آیندگان شیوه زندگی تهیه بکنیم، این چه چیزیه، چه شیوهیه. منطقه خب سوسیالیست های تخیلی که بعضی هاشون هم واقعا متفکران بزرگی بودن، مثلا انگلس در رابطه مثلا با فوریه مثلا میگه که واقعا یک مغز مثلا انسیکلوپدیک بود، دانش دایره المعارفی داشت و فلان بود، همه اصلا چطوری خونه ها را بسازن فلان، همه نظر داده بودند و فلان و اینا. حالا یک کمی بیشتر یا یک کمی بیشتر کمتر مثلا یه سیستمی رو در واقع الگو درست میکنید، بر مبنای آن میخواهید جامعه رو قالب ریزی کنید. معمولا قبل از هر چیز و بیش از هر چیز خود اون فکر رو آسیب میزنید، چون زورکی نمیشه به اصطلاح مردم رو تغییر داد. از این که به اصطلاح در برگردم به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تازه مارکس و همون سوسیالیست‌های اوتوپیست و فلان و اینها واقعا میخواستن یه دنیای بهتری رو درست بکنن، مساوات، برابری، فلان بهمان، آدم های، یعنی آدم های نبودن که سرکوب رو به ازلاحی بکنن. حتی مثلا مارکسیست ها که اولین حزب تودهیشون حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، همون اسپیده آلمانه، بعد این مثلا برتران راسل در جوانی در رابطه با این حزب رفته مطالعه کرده، مثلا بعدم یه کتابی هم نوشته درباره این، میگه که من تعجب میکنم اینها یک طوری از آزادی صحبت میکنن، آزادی بی قید و شرط، نامحدود، نامشروط و فلان، که من نمیدونم مثلا چنین چیزی شدنی هست یا نه. توجه داشته باشین که برتران راسل خودش یک به اصطلاح سوسیالیست به اصطلاح فابیان و اینها بود، گرایش به فابیانیستا و فلان داشت، ولی آزادی خواه بود واقعا. میگه اصلا من مونده هم که اصلا چه این حد از آزادی امکان پذیره. همین لنین و اینها واقعا از الگوی اسپیده آلمان برداشتن و در قابضلا اساسنامهشون و برنامهشون آزادی های نامحدود بی قید و شرط رو به اصطلاح به عنوان اصل گذاشتن. منتها میدونیم چه شد دیگه، توجه داشته باشید بیش از هر چیز بی اعتباری چیز مارکس آینده ای رو به اصطلاح صحبت نمی کرد اصلا درباره اینکه جامعه آینده چه خواهد بود و فلان. حتی در مواردی که مجبور شده در انتقاد به مثلا سوسیالیست های آلمان و فلان، سوسیال دموکرات های آلمان مثلا مطالبی مطرح بکنه، می بینیم که بعضی چیزاش دقیق نبوده. مثلا فکرشو بکنید، نقد برنامه گوتا که کنگره گوتا در به اصطلاح حزب از برنامه گذاشته بودند و فلان، من راجب اون نقدی نوشته. در چند مورد واقعا مطالبی هست که دقیق نیست. مثلا مارکس اونجا فکر میکنه پول از بین میره، یا مثلا در جامعه آینده از بین میره، وانو که حالا میبینیم که اصلا چنین چیزی تقریبا شدنی نیست. پول همچین چیز عجیب و خد مثلا یه چیز به اصطلاح رسید کار میدن به هر کسی فلان و اینا، مثال میزنم. حالا اینو من عمدن میگم که یه سوزنی به خودمون بزنیم تا اینکه بشه به یه جالدوزی به دیگران آدم بتونه بزنه. بعدا حالا جمهوری اسلامی و حکومت مذهبی میخواد ارزش ها و معیارهای یک جامعه شترچرانی رو پیاده بکنه.
ببینید چه واویلای اتفاق میفته دیگه ها. این میخواد همه اون چیزهایی رو که در واقع محمد ابن عبدالله مثلا تبلیغ میکرده و به اصطلاح به وجود آورده و فلان به اصطلاح اجرا کنه. اولین چیزی که اتفاق افتاده چه است؟ همین حکومت ولایت فقیه یا فقه. فقه رو اجرا بکن. فقه آیا در زمان محمد ابن عبدالله بوده یا نه؟ اینهایی که قواعد فقه و فلان رو میگن یا نه؟ نه اصلا نبوده واقعیت. فقه در دوره حتی بنی امیه هم دقیق شکل نگرفته بوده. فقه از جمله مذاهب سنی و شیعه، چه جعفری اثناعشری، چه مثلا من این پنج تا مذهب فقهی رو میگم و چهار مذهب سنی رو که مالکی و حنبلی و نمیدونم حنفی و فلان اینا دارن، اینا در دوره عباسی به وجود اومدن و جالبه که خیلی از اینها هم اصلا مثلا عرب نبودند و فلان و اینها، اینهایی که فقه به اسلام مکاتب فقهی رو به وجود آوردند و فلان و اینها. پس بنابراینه که اصلا فقه بعدن به وجود اومده و بعد تغییرات خیلی خیلی مهمی در داخل اون چیزهایی که میگن اتفاق افتاده. مثلا در رابطه با مالیات اسلامی، اون چیزی که مثلا در قرآن و اینها میشه فهمید، مثلا خمس در حالت غنایم و فلانه یه موردهای خاصی یکم زکات، و حالا که بعدن که فتوحاتی که عرب ها کردند و فلان و اینها، واقعیت اینه که مالیات از کشاورزی، کشورهایی که سرزمینهایی که کشاورزی اونجا رایج بود و اینها، این خیلی به اصطلاح چی شد دیگه، پا گرفت و فلان و اینها. اصلا کتابهایی که بعدن نوشته شد درباره خراج، واقعیت اینه که در دوره بعدی اصلا بیشتر استنتاجات به اصطلاح چی هستش. مثلا یه کتابی هست به نام الخراج که در دوره عباسی نوشتن و یکی از شاگردان ابو حنیفه نوشته اون رو. واقعیت اینه که این بیشتر استنتاجاته. در مورد مذهب جعفری اثناعشری هم اینطوری هستش. بزرگترین کتابهایی که نوشته شده واقعیت اینه که اصلا در اون مورد وجود نداشته. بعدن سنتهایی شکل گرفته در همه ادیان اینطوری ها، ولی در این دار مثلا ببینید در کتاب من لا یحضره الفقیه، که کتاب یکی از چهار کتابش کلیدی فقه شیعه هستش که ابن باوه به اصطلاح نوشته دیگه، اونجا در رابطه با اذان، نماز و اذان و فلان یه بابی هست که در رابطه اونجا میگه، اونجا یه یادآوری میکنه، میگه که اذان اینطوریه مثلا لا اله الا محمد رسول الله فلان. بعدن در حاشیه میگه که عده ای از اصحاب ما میگن که باید مثلا در اذان علی هم ولی الله هم گفت. میگه که تردیدی نیست که علی ولی اللهه، ولی اینو آوردن تو اذان یه بدعته و بدعت حرامه در دین و فلان. اینو ابن باوه نوشته. ببینید در دوره صفویه شاه اسماعیل صفوی اومد گفت که اشهد ان علی هم ولی الله هم باید بگن. شاه اسماعیل صفوی اصلا خودش هم یه صوفی عجیب، همیشه هم مست بود و فلان. بعدم گفتم این علمایی که از لبنان و فلان آورده بودن، گفتم این در چیز نیست. گفت من این حرفا سرم نمیشه، یا علی هم ولی الله میگن یا شمشیرم و میکشم تمام اینا را میکشم و فلان. توجه داشته باشید، مثال میزنم تا اینکه قضیه رو روشن‌تر به اصطلاح بشه، که مثلا حالا در اذان به ایچا علی هم ولی الله نگید، همین آیت الله آدم سر آدم رو میبرن که این خلاف مثلا فلانه. همین مثلا شما در رابطه با اربعین صحبت کردید و فلان و اینها، بابا اصلا زیارت به اصطلاح حتی حرم محمد ابن عبدالله در اون اوایل نادرست بوده، یعنی برن به زیارت مدینه فلان بکنه خود محمد ابن عبدالله، دقت بکنید ها. اصلا این مسئله اینکه زیارت قبر یکی رو بیارید ببینید و فلان، حالا طوری شده که این از حج مهمتره. جمهوری اسلامی در مورد حج اینقدر حج نمی کنه که در رابطه با اینکه کربلایی درست بشه فلان بشه بهمان بشه بعد اینقدر حج می کنه، اونم در اربعین. دقت بکنید اینها نشون دهنده چه هستش؟ نشون دهنده اینه که خود جمهوری اسلامی یک معیارهایی رو به وجود میاره که حتی بر مبنای فقه جعفری هم مباینت داره با چیزهای به اصطلاح با
معیارهای اونها. در این هم البته اختصاصی به اینها نداره، هر حکومت ایدئولوژیک وحشتناک اثر بیزاره، مخصوصا حکومت های ایدئولوژیک که دیگه بخوان ارزش ها و قوانین عهد بوقی رو به اصطلاح بیان تحمیل کنن بر جامعه. ببینید چه مصیبتی به وجود میاره، چه ویرانی هایی به بار میاره که ما شاهدیم در کشور. درود بر شما تقی روزبه گرامی. منم همینطور به خودت و رفیق شارکنی و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز درود میفرستم. شما چگونه میبینین تأثیرات یک حکومت دینی و ایدئولوژیک رو؟ تأثیراتش خب خیلی های همه مردم ایران و حتی منطقه ما با جان و دل در واقع و گوشت و پوستشون این تأثیرات رو فهمیدن، درک میکنن، اما در این حال خب این خودش یک نگاهی بود به خود مذهب و دخالتش در عرصه های مختلف اجتماعی. همه جا تناقضات عظیم و بزرگ رو ما شاهدیم و میبینیم که به اصطلاح اجرای دستورات الهی چه تأثیراتی در واقع توی جامعه ما گذاشته. شما چگونه میبینید؟ واقعا مثل این که ما ظاهرا البته با یک طرز بزرگ تاریخی مواجه هستیم و اونی که رسالت و وظیفه سکولاریزه کردن جامعه به عهده خود یک نظام مذهبی، حالا ویژگی های حکومت جمهوری اسلامی در نظر داشته باشیم، افتاده تقبلش و کار داره میکنه. منتها خب اون چیزی که حکومت ها میکنن برای نجات خودشونه، برای در واقع اون بحران است که گرفتار شدن و پیامت هایی هم داره البته بسیار منفی، ولی در این حال اون چیزی که صورت میده عملا فوج به جای اینکه به دین بگروند فوج خارج میکنه. این یه واقعیت است که در جامعه ما اتفاقی یک طنز تاریخی شاید باشه، البته اونم در اوج رسوایی اخلاقی که هر روز در واقع واترگیتی ازش افشا میشه، چون انقدر گندیده و فاسد شده این سیستم که مثل لحاف هزار تکه است، نمیتونه اصلا در واقع جمع جورش بکنه از هر لحاظ. ولی با وجود این ما میبینیم تمام انرژی هایی که قدرتی که از قبل به عنوان حاکمیت مثلا جامعه کسب کرده دقیقا در خدمت بسیار جانسختی و دفاع خیلی مذبوحانه قرار است. این از در رابطه با این موضوع که پرسش ماست یا پرسش شماست که کردین، به نظر من پنج محور مسئله مهم است که ما بتونیم به رویدادهای نگاه همه جانب تری تقریبا بندازیم. یک مسئله استفاده ابزاری از دین در واقع با اوج خودش رسیده، همیشه استفاده کرده، اصلا خود و پیدایش حکومت از اول با دین به مثابه ابزار قدرت هم بود. قربه الله که اسلام فقط نبود بلکه سودای دستیابی به قدرت، امکانات، در واقع امکانات جامعه پر دیگه از نظر مقامات، از نظر پول، از نظر شغل و تمام مسائل. ببینیم که تمام اینها به اوج خودش رسیده، این در واقع استفاده ابزاری موجب از خود بیگانگی و سرخوردگی عظیمی در جامعه شده فی نفسه، چون همون گندیدگی رو هم در واقع این خودمانی سازه همه اینها رو به رؤیت یعنی مشهود کاملا میبینن. کسی لازم نیست مثلا حالا روشن فکر از در تئوریک انتزاعی بیان در گذشته این کار میکردن نسبت به ماهیت مثلا حکومت مثلا در ارزیابی داشته باشن، بلکه مردم در صحنه اجتماعی تجربه روزمره شاهد. و این بسیار مهمه که علیه دین سالاری و به سه حاکمیت حکومت دینی مردم به حال اکثرا، وقتی مردم میگم اکثریت بزرگی، در واقع الان زاویه دارن و مخالفن به این شکل. و این با سیادت مثلا سیاسی دین شدیدا مسئله دارن و این البته رژیم و در یک بحران هویت اسلامی، در بحرانی که به نظر من بحران وجودیه، بحرانی است که بحران باستولیده، یعنی نمیتونه
این نظام اسلامی که تاکنون تو این 4 دهه مثلا داشته، حالا قبلا که اصلا تو قدرت نبود بحث دیگه است، اینا در واقع بازسازی بکنید. ترک خورده، شکاف خورده، ریزش خورده، تمام تلاش های مزبانش اینه که اینا رو سرهم بندی کنی، نذارین اتفاق بیفته. ولی این بحران بازسازی محسوس و اویانه. این یک، پس اولین محورینه. دوم سکولاریزم، حالا معنی سکولاریزم رو جدا صحبت میکنیم، من کامل به معنی دقیق کلمه، یکی از مهمترین خصایص خیزش انقلابی اخیر مخصوصا بوده، موج اخیر از زندگی آزادی، و این در واقع تأثیرات عمیقی بر تحولاتی که اون بسترش اشاره کردم، رژیم اینه که چگونه ابزار استفاده کرده، بمانه ابزار تمام عیار از مذهب استفاده میکنه هر روز. این تحولات عمیقی این در واقع معنی خودهویتی و پیدا کردن خودآگاهی جامعه در تحولات سیاسی انقلابی بزرگ در واقع شکل گرفته و در حال شکل گرفتن هست. هم به معنی این است که هویت اسلامی که دچار بحران شده، حکومت که هویت لایک به یک تعبیر دارم میگم، چون هویت با یک مؤلفه نمیشه تعریف کرد، ولی مجموعه ای از مؤلفه هاست. حالا در این بحث مشخص، بحث هویت به اصطلاح حالا مذهب لایک که قدسیت صدایی از مذهب به نام دین سالاری مذهبی که میخواد حکومت کنه مطرح، این هم در سطح جامعه بسیار مهمه که به نظر من زنان هم توش نقش مهمی دارن. یک رنسانس معوقه به تحقیق افتاده جامعه ماست که در یک تناقض و پارادوکسی است که یک پاش در قرون وسطا، یک پاش در جهان معاصر قرار داره عمل میکنه، که یک رنسانسی در واقع با ویژگی های خودش و شرایطی که توش قرار داره. مسئله سوم مثلا تحت تأثیر این ماجرا، همین روند ها در درون رژیم، یعنی حامیان رژیم مثلا در واقع سنتی ها و نیمه سنتی ها، جای سکولاریزم به اسلام مذهبی هم هست، یعنی ریزش های مذهبی، دگرگونی های مذهبی، و این هم پدیده است که داره اتفاق میفته، که این البته جداگانه صحبت کنیم، هم جنبه های مثلا مثبت داره به یک تعبیر، هم جنبه های منفی و خطری که رژیم رو نها مصادره کنه ازش استفاده کنه، یا بخش های از رژیم اپوزیسیونی که برقا به رژیم نزدیکه. این کلن سومین مسئله، چون بخواده بانتر بگم. مسئله چهارم اینه که در واقع ما با یک مثلا سکولاریزم تعمیق یابنده و مثلا دقیقا رادیکال مواجه هستیم در ایران، خاطر اینکه مذهب در اوج اقتدار در اون سوی قضیه، خب مذهب زدائی رو به عنوان همین به اصطلاح فرهنگ حاکم، دین سالاری و مداخله در تمام عرصه های عمومی جامعه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، همه اینها باش مواجه هستیم، چون داره این کار میکنه حاکمیت. و این به معنی این هستش که ما با یک روند فرایند تعمیق یابنده سکولاریسم مواجه هستیم. در سکولاریسم در چند تا جمله فرمول خونسا نطق که معمولا تعریف میشه، یک جامعه ایست که عمیقا دستخوش درگیری های درون حاکمیت مذهبه، مثلا انقلاب فرانسه در نظر بگیریم، یه جور دیگه شو مثلا شرایط ما فرق میکنه ها، ولی عمیقا و حتی بدتر از اونجا داره شخ میزنن جامعه رو، به ویرانی میکشن و این واکنش ها داره پیدا میشه. خب این بسیار مهم، به دلیل این هستش که وقتی میگیم از سکولاریسم، فقط تیتروار بگم که ببین ما یک بسیار حکومت دینی داریم، حکومت دینی، یکی دین حکومتی داریم. یعنی دین حکومتی معنی اون دینی است که در سطح فراگیر هست و این میخواد حکومت بسازه، حکومت مثلا متعرضه به عرصه های عمومی سیاسی. پس بنابراین رادیکالیزم یک بعدی که فقط مثلا بعضی ها مثلا نسبت آزادی خیلی ها مثلا ملی مذهبی مثلا از سکولاریزم سیاسی در یک معنای خاص صحبت میکنن، بقیه دست نخورده، این نیست جامعه ما به طور واقعی در توصیفش. پس مسئله چهارم گفتم این مسئله رادیکالیزم مثلا نهفته در این سکولاریزم داشتم میگفتم، و مسئله دیگه اینه که این گرایش های سکولار شدن مذهبی رو باید زیر ذره بین قرار بدیم، چون از یک جهت مثبتی گفتم، مثبت به این معناست که در درون لایه های سنتی نیمه سنتی حرکت، خب
نسبت به خودشون دارن جدا میشن. ولی یک روند اصلی داریم، پارادایم اصلی، روند اصلی که اون سکولاریزمی که انقلابی جامعه و بخشهای مدرن، بخشهای پیشرو و بسیاری از بخشهای جامعه الان نمایندگی میکنن، حمایت میکنن، که این ترکیب اینا به نسبت اینا خیلی مهمه، بعد جدا صحبت کنیم که چگونه باید نسبت. و مسئله پنجم کانونی شدن در واقع خیزش، کانونی شدن یا پدیده است، امروز باش مواجه هست مسئله روزه، کانونی شدن خیزش و محرم، یعنی در واقع کانونی شدن میخوام بگم اینا با هم مثلا تقریبا نزدیک شدن، قاطی شدن، تقارن پیدا کردن، به این معنا تقارن. این داره اتفاق میفته و این مسئله بسیار مهم است که مسائل و رویدادهای ایجاد کنه. و از جمله البته باید یه حادثه سوم بگم که مثلا تابستان سیاه باشه، شهریور، این هم تقارن داره با این مسئله. خب یک پدیده تاریخی است که اون هم بسیار مهم بود از جنایت های حکومت و داستان است که میاد تو صحنه و باید هم بیاد و دادخواهی و مسائلش. به هر حال این مسئله به نظر من پنج تا مسئله که هر کدومش رو باز بکنیم ما میتونیم ببینیم که رژیم در کدوم جنبه هاست، جنبش در کدوم جنبه هاست، چه رویداد رو ما باید، چه مثلا روی کردی رو باید داشته باشیم و در سمت‌گیری خودمون بهش توجه کنیم. مسئله یعنی در واقع او چیزی که الان میگذره تو ایران واقعیت یه نمایش عریان و بیپرده، یه تراژدی دخالت مذهب و نهاد دین و روحانیت تو حکومته و برخلاف به اصطلاح اون چیزی که زمانی فکر می‌کنم مدرس میگفت که دیانت ما عین سیاستمون و سیاستمون عین دیانتمون، اون چیزی که جمع شد یک تراژدی بزرگیه که در مثلا در قتل فجیع مهسا خودش رو نمایش میده، یا در قتل عامی که به قول رفیق روزبکوف قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 خودش رو نشون میداد، یا حتی در جنگ ایران عراق و گرفتن قدس از راه کربلا در واقع خودش رو نشون داد، یعنی در همه تراژدی ها، یا حتی شما در قالب غارت های بزرگی که مثلا علم الهدا در رابطه با همین اوقاف و گوهر شاد و اینها داره میکنه نشون میده. اینه چگونه میشه دید این غالب شدن روحانیت، اینکه خودش رو صاحب همه چیز جامعه ما میدونه، هیچ چی مرزی برای حکومت مذهبی و وجود نداره در جامعه ما، یعنی تمام مرزهای مدنی، مرزهای اجتماعی، مرزهای اقتصادی، سیاسی توسط اینها از بین رفته. این رو چگونه میشه دید؟ این تراژدی رو چگونه میشه به تصویر کشید؟ نظر من اصلی ترین ماجرا اینه که خب همون که اشاره کردید واقعا فساد و ویرانی که یک سیستم به اصطلاح مذهبی، مذهب رسمی که به اصطلاح تحمیل میکنه بر جامعه و حکومتی که به اصطلاح میخواد به اصطلاح احکام فقه رو اجرا بکنه، خیلی مشهوده در تمام حوزه های زندگی مشهوده. اون مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که قبل از هر چیز اینها در واقع هر حکومت ایدئولوژیک و مسلماً یک حکومت مذهبی قبل از هر چیز فساد در خود اصلا خود اون مذهب رو به وجود میاره. یکی از به اصطلاح نقاط قوت به اصطلاح روحانیت شیعه ظاهراً این بوده که در واقع در قدرت نبوده به اصطلاح، یعنی در مثلا اینها معتقد بودن که به اصطلاح حکومتی که حکومت عادلانه هست و فلان و اینها، من با اون اعتقادشون سر کاری ندارم که آیا درسته نادرسته، مسلمه که یه خرافه هست دیگه، که معتقدن که اون حاکمی که میاد بایستی یک آدمی باشه که نتونه گناهکار باشه و فلان و اینها، بنابراین که معصومیت رو به اصطلاح خیلی حیاتی میدونند و اینها. مثلا توجه داشته باشید که شیعیان 12 امامی
معتقدند که به اصطلاح امامان بایستی، امامان که حکومت باید بکنند. دعوا هم از اونجا شروع میشه که بعد از پیغمبر حکومت، یعنی فرق اسلام با مثلا مسیحیت اینه که در واقع اسلام با تکوین یک دولت به اصطلاح عربی به اصطلاح شروع شد و اینها. یعنی در واقع یکی از کارهایی که محمد ابن عبدالله میخواست انجام بده قبایل عرب رو به اصطلاح با همدیگه متحد بکنه تا اینکه به اصطلاح اون نظامش رو به وجود بیاره. حالا انگیزه چه بود و فلان اون بحث دیگریه که به موضوع ما مربوط نیست و اینا. واقعیت ماجرا اینه که بعد از اینکه محمد ابن عبدالله مرد و حالا اینا میگن که اون یه جانشین انتخاب کرده بود، اونم علی ابن ابی طالب بود و بعدن در فرزندان اونم دیدم جالبه که ارثی میشه دیگه ها، جالبه اینم دیگه. مثلا از این نظر شیعه اولین جریانیه که در واقع معتقده که به اصطلاح چیز موروثیه، ولی موروثی بودن رو با چی توضیح میده؟ با معصومیت، با از یک تبار خاصی هستن و فلان و اینا گناه نمیتونن بکنن. این اونقدر غلیظه که در به اصطلاح تفکر شیعه یکی از به اصطلاح اون اوتوپیایی که شیعه دوازده امامی داره، یک امامی میاد به اصطلاح دنیا رو تغییر میده، اصلاح میکنه و فلان میکنه، اون امام زمان. امام زمان سالهای طولانیه که مهدی به اصطلاح موعود در واقع متولد شده، فرزند چی هست؟ حسن عسکری هستش. در کجا متولد شده؟ در کجا غیب شده؟ فلان شده؟ بهمان شده؟ همه اینها برای چیه؟ برای اینه که یک فرد معصوم میتونه فقط حکومت بکنه. توجه داشته باشید که اختلاف شیعه با مثلا خلفای راشدین چی بود؟ که مثلا اینها در زمان خود اونها اینا مطرح نبود. حتی مثلا شما به نهج البلاغه مراجعه کنید میبینید که حضرت علی نامه‌ای که می نویسه به دیگران میگه که من به وسیله به اصطلاح مهاجرین و انصار انتخاب شدم. انما شورا للمهاجرین والانصار، شورا حق مهاجرین و انصاره، یعنی اونها هم قبلا مثلا فلان رو انتخاب کرده بودن، میگه منم به وسیله اونها انتخاب شدم. یعنی خودش هم در چیزهای طوری نیست که بگه که مثلا نه من امام فلان هستم و بهمان هستم و این داستان ها. بعدن چه میشه؟ بعدن اینها یه چیزی شکل میگیره که به اصطلاح یک امامی که بیاد بایستی اون به اصطلاح یه یوتوپیایی، یک ناکجا آبادی به اصطلاح شکل میگیره که دین به اصطلاح واقعی اسلام یک دولت عادلانه به وجود میاره به وسیله یک فرمانروای معصوم. توجه داشته اون زنده ماندن، دلیل زنده ماندن امام زمان چیه؟ یک آدم معصوم باید حکومت بکنه، آدم های دیگه نمیتونن معصوم باشن، پس بنابراین دچار خطا میشن. بنابراین که در انقلاب مشروطیت وقتی که مثلا میشد که چطوری باید باشه، مجلس باشه نباشه و فلان اینها، حتی اونهایی که مشروطه رو حمایت میکردند، مثلا نائینی، مثلا اون تنزیه المل فلان نوشت و فلان، عنوانش دلیلش این بود که دفع افسد به فاسد. میگفت که هر حکومت به اصطلاح غیر الهی فاسده. بعد منتها حکومتی که حکمرانش یک نفر فلان بهمانه که اصلا به زور حکومت میکنه بر مردم، افسد فاسد تره. بنابراین در مشروطیت میشه قانونی نوشت و فلان و اینها که طبق اسلام و فلان باشه و این رو دفع افسد به فاسد میگفت و فلان، یعنی فاسدتر رو به وسیله یک حکومت به اصطلاح فاسد میشه مهار کرد و فلان. یعنی حکومت حتی مشروطه به اصطلاح ایران رو هم فاسد میدونست، ولی این دولت فاسدیه که چون مردم مسلمان درش مداخله میکنند و اینها، اون حکومت مستبد پادشاهی همه کاره رو به اصطلاح مهار میکنه. و
یعنی دقت کنید این استدلال بسیار مهمیه. یعنی دلیل یکی میدونید که امامت هم یکی از اعتقادات درباره فروع دین نیست در بین شیعیان دوازده امامی، جزو یکی از اون اصول مذهب اعتقادات به اصطلاح شیعه دوازده امامی است. یعنی امامت خیلی کلیدیه، از توحید و نبوت و معاد جزو اصول دین، اصول مذهب امامت که خیلی حیاتیه، یکم عدالت فلان اونم یه بحث دیگه که حالا باش کار نداریم. یعنی فکرشو میکنه اعتقادات کلیدی شیعه اینه. یا یعنی معناش چیه این؟ معناش اینه که حکومتی که کسی که میاد حکومت میکنه بایستی محسوم باشه. منتها میدونی که این روحانیت شیعه میاد، مخصوصا خمینی که البته در بین خود روحانیان هم پدیده نادریه، میاد میگه که نه ما این کار رو میکنیم، فکر رو اجرا میکنیم و فلان. همونطور که اشاره کردم فکر هستم بعدا درست شده، منتها چون این میگه من فکر فقیه هستم این حکومت میکنه. حکومت از اولش هم همون چه شما خودتون اشاره کرد، اول میگه من میرم قم فلان، من کاره نیستم، من یه طلبه هم و اینا، ولی بعدا گفت خوده کردم همه اینا، چلک بوز زدم بعد جستش. حالا اختیاراتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه کنید، اختیاراتی که ولی فقیه داره اینه که همه قوانین و مصوبات و همه چیز رو میتونه وتو بکنه، همه چیز رو میتونه، حتی تصویب مصوبات مجلس و نمایندگان مردم رو میتونه به هوا بفرسته. حالا فرض میکنیم انتخابات هم کاملا دقیق واقعا آزاد فلانه، ولی اختیاراتی که ولی فقیه داره اصلا خدا هم نداره اینو. و جالبه که در قانون اساسی اومده که چند چیز رو نمیشه عوض کرد، تا ابدالآباد باید باشه. یکی هم اسلامیت نظامه، یکی هم ولایته. ولایت رو نمیشه عوض کرد. چرا نمیشه؟ خب شما رو مردم بگید آوردن دیگه فلان و اینا. خب حالا مردم نمیخوان. نه دیگه اصلا نمیشه دیگه. فکرشو بگوید، منطقش رو میخوام به ما. یعنی حکومتی که اینطوری میاد قبل از هر چیز خودش تغییراتی میده، فساد به وجود میاره و روحانیتی رو که در واقع همیشه خودش رو در واقع می گفتن که ما کاری نیستیم، باید معصوم باشه فلان باشه، میان حکومت میکنن و همه اختیارات رو هم به یه آدمی میدن که مثلا مجتهد داناست. مثلا حالا هر تخصصی که شما داشته باشید در هر رشته ای، خب دیگران هم میتونن یاد بگیرن دیگه، ها دانشگاه ها فلان برای اینه دیگه. مثلا فکرشو بکنید که آدم به اینجا آلبرت انشتین بایستی مثلا به تو میداشت برد. بابا هر روز آلبرت اینشتین ها به وجود میاد و فلان اینا. در رابطه با روحانیت هم خب شما متخصص فقه نیستید، خب متخصص درست کنید و فلان و اینا، مردم هم حق داشته باشن که در رابطه با فقه نظر بدن و فلان. نه دیگه نمیشه، اصلا نمیشه تغییر داد. مثلا یه آدمی رو که میارن، دیدید که حالا هم هی پخش شده اینو همه جا دیدید، آخوندی رو که در واقع هیچ اصلا اجتهادم نداشته فلان نداشته، به قول خود فقهای شیعه که میگه که اگر من رهبر نظام باشم باید بر اون کشور گریست و فلان و اینها، اومده دست بر نمیداره دیگه. حالا یعنی فساد از این اوریانتر ممکنه؟ تجدید نظر حتی در مسلمات خودشون از این اوریانتر ممکنه؟ حالا چه بیدادی که میشه که خودتون اشاره کردید، رفیق تقی اشاره کرد و فلان و اینا، اصلا دیگه نامحدوده دیگه، اصلا چیزشو واقعا قابل سنجش نیست و اینا. بنابراین که من به نظرم میاد که این مسئله رو باید در نظر بگیریم که این اصلا حتی با منطق خود اینها مباینت داره با اعتقادات خود شیعه دوازده امامی اثناعشری، حتی با اونها مباینت داره. اینو خیلی ها میگن، نه که من میگم و اینا، میگن همه این تجدید نظره، حتی خیلی از آخوندها دارم میگن اینو، قبلن هم میگفتن و فلان و اینا، ولی حالا دیگه اصلا شده کسی اگه صحبت کنه علیه ولایت فقیه گردنشو میزنند و فلان و اینا. ببینید یه چه شکنجگاه هایی درست کردند و فلان. آه این علیه نظام برخواسته. چه علیه نظامی؟ میگه و شما معصوم که نیستید و فلان، شیعه هستش دیگه مثلا. نه اصلا ما یه وارد یه پدیده دیگری شدیم.
ممنون. هرچند در واقع نظرات مختلفی هم در این رابطه هست که اصلا این خود این در واقع به خاطر همین امامت و نوع حکومت دینی و اینها بعضی ها بر این پندارن که تجدید نظری نیست و این در واقع ادامه همون سنتیه که در واقع حکومت اسلامی از همون گذشته در واقع داشته، یعنی خمینی بدعت تازه‌ای نیست. یعنی خوب حالا که قطعا بعدا روی این بتونیم با رفقای بحث گفته میکنیم. رفیق روز، به شما از تأثیرات این حکومت اسلامی گفتیم و از دو نگاهی که هست، یعنی برخلاف آن چیزی که حکومت میخواست که جامعه رو به اصطلاح دینی کنه، میخواد یک حکومتی بسازه که به اصطلاح حکومت دینی است و اسلامی و اجتناب ناپذیره و تنها دلیل محتمل بودن وجود خدا و حکومت الهی اینه که یک حکومت در واقع اسلامی باشه و در واقع جهت مردم، جهتی که مردم ایران با انقلاب زن زندگی آزادی و قبل از اون پیمودن، جامعه‌ای که داره کاملا داره سکولار میشه، در عمیق‌ترین ریشه های خودش جامعه ما سکولار شده، جامعه‌ای که دیگه اکثریت عظیم هیچ حکومت دینی و ایدئولوژیک رو بر نمیتابند، همشون بر این فاجعه‌ای که جامعه ما رو در خودش گرفته، تمام این ثروت اجتماعی جامعه ما که در وسط روحانیت بلعیده شده و ویرانی های بزرگ رو دیدن، ویرانی های بزرگ نه فقط در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی و انزوای بین المللی، در حوزه های اخلاقی، در حوزه های تلاشی خانواده ها، در حوزه های مختلف، ما هیچ تابوی اخلاقی توی جامعه ما نمانده توسط این حکومت. در این حال یک اخلاق تازه زن زندگی آزادی آورد، اخلاقی مبتنی بر برابری، بر در واقع آزادی، بر حرمت انسان و اهمیت دادن به موضوعات جهانی و انسانی و برابرطلبی، این رو آفریده، چیزی که تا حد زیادی مثل ققنوسیه که از کشتارهای بزرگ برخواسته. شما اینو چگونه میشونه تبدیل کنه؟ ببینید، الان گفتیم، یعنی تو صحبت قبلی محور آخری بود که دو چیز کانونی شده، یکی خیزش که در این بحث مشخص به وجه سکولاریستی اون عنوان یکی از بسارشگیه های مهمش اشاره میکنیم و یک طرفش هم رژیمی که به بحران هویت اسلامی رسیده، یعنی اصلا کل بساطی که چیده بودن به بحران باستولیدی مواجهه. در این جنگ بزرگی جاریست، یعنی رژیم الان در همین اربعینی که امروز صحبت میکنیم میبینیم تو جامعه اینطوری بسیار بسیج همه چیز اختصاص به اون داده و اصلا گویا رژیم تمام عرصه های دیگه وظایف دیگه فراموش کرده، تعطیل کرده. این مسئله به شکل غیر عادی و واقعا مصنوعی اینقدر بزرگ شده که اصلا غیر طبیعی است برای هر حکومتی، حتی همین حکومت اسلامی. خب این نشانگر یه جنگ بزرگی، یه نبرد بزرگی است که جاری است. یعنی الان که رژیم میخواد تمام ایران رو سراسر بکنه حسینیه، آزیم بندی بکنه و چرا میخواد بگه که ببین مذهب اینقدر نفوذ داره و همه توده ها رو من دارم، تظاهر با این، با عدد سازی، با بسیج امکانات، با مفت کردن مسافرت، با هزار جور ترفند کثیف که اصلا تو مغز آدم ها نمی گنجه. اگر بخوای ردیف کنیم بساط اینا دارن مثلا چیدن و مثلا پهن کردند، سرشار از برحال گندیدگی فساد بیکران از اموال و ثروت های عمومی جامعه و انحصار قدرتی که دارن و بیش کسیم پاسخ گلستن. خب این پدیده داره اتفاق میفته، یک طرفش پس اونه، یک طرفش هم جامعه هست که همونطور که گفتم در این حال که یک بخش بزرگی داره سکولاریزه میشه و مسیر اصلی اینه، فرایند اصلی، ولی در این حال کمانه کرده در درون صفوف خود رژیم. مثلا میبینیم که تا همین محرم سخون جوانان وطن لاله رویده،
نه دین داری نه این داری نسبت به یزید زمان که به نام امام حسین میخواد تمام بساط را کنه مطرح شده. تناقض دیگه نه، وسیله خود همین آدم های مثلا مذهبی و نیمه مذهبی سنتی نه. خب این پدیده هم داره اتفاق میفته و ما باید ببینیم که به طور مشخص این پارادوکس رو میخوام چگونه در چارچوب سکولاریسم و همین تعمیق خیزش پیش ببریم، چون اینا رژیم بازیگر جامعه هم به هر حال در حال عبور شدنه، اینطوری نیست که یک باره خالص و پاک و همه اینها روشن و شفاف همه سطوح همه جامعه همه بخش ها اینطوری حرکت نمی کنن همزمان، این واقعیتیه. پس برای ما با این پیچیدگی مواجهیم و همین دلیل برخورد به این مسئله بسیار مهم از نظر رویکرد درست و اصولی که بتونه نهایتا پژمردگی دین مذهب دین سالاری رو به اصطلاح تضعیف کنه. همونطور که گفتم اینجا به اصطلاح مسئله جامعه هم هست، یعنی مسئله ایست که حتی این حکومت سامی از انقلاب و از جامعه اومده بیرون. پس برای این بستر هم خیلی مهمه که بچه بزرگی از انقلابی که صورت میگیره به اساس در خود جامعه هست که اتفاق داره میفته. من فکر کنم در این رابطه خیلی مهمه که ما به از یک طرف رژیم رو میبینیم خونسا کنیم، تمام این بساط رو گیرا انداخته و میسازه و فساد و حکومت و حیف و مل کردن اموال و مبینا یک طرف شه. یک طرف شه اینه که در این حال که شمشیر دو دم این کمانه کردن سکولاریسم در درون این صفوف این بخش از جامعه و حاشیه رژیم یا نیروهای کنار رژیم، مثلا شما میبینید مثلا محمد خاتمی بیانیه مثلا میدن در این رابطه ها یا اصلاح طلب ها میدن یا مثلا فرض کن موسوی اینا میان مطرح میکنن پلتفرم راه میدن که باید عبور کرد از حکومت دینی به این شکل، در حالی که خب اینا خودشون در گذشته مثلا از نیروهای اصلی همین خط امام و دوران ایام طلایی بودن، یعنی تمام اینا ببین اینا در اتفاق میفته، اینا مسائل مهمی هستن از نظر تاکتیک استراتژی و خب جنبه های تاریخیشو فشارگونی خوبیش شکافته داره میگه اینا. من فکر میکنم در این حوزه ها هم باید ما باید بتونیم ببینیم چی کار بکنیم، چون این آشفتگی ها اینا میتونه کار بده دست آدم. به نظر من در یک این هم شمشیر دو دمه، همین که گفتم این سکولاریزه شدن مذهب و این نیروها و این لایه ها از یک طرف مثبت به یک شرط، به شرط اینکه هژمونیک بودن جنبه اصلی همون سکولاریزه شدن جامعه به صورت کامل این روند هژمونیک باشه، یعنی تاثیرگذار باشه و پیش بره، ولی چیزی در برابر این باشه چون جامعه به اینجا رسیده، ولی اون بخش هایی که گفتم نیمه سنتی و سنتی اونا در واقع در درون خودشون یه حرکت مثبت انجام میدن به معنی نیست برای جامعه گام مثبتی است در سطح عمومی، بلکه عقبتره و به همین دلیل رژیم اولا اینکه رژیم میتونه استفاده کنه، ما میدونیم که رژیم بارها بازی کرده و همین الان هم داره با همین اربعین و نمیدونم حرکت های بزرگ بازی کنه. دوم اینکه خود این حکومت هایی که یک باشون به رژیم بنده و هنوز میخوان نجاتش بدن میتونن از اینا استفاده کنن برای اینکه به هر حال حالا نه اون حکومت قبلی ولی یک جور حکومت رقیق تر شده ضربش گرفته شده حکومت دینی مثلا میبینیم اینا مطرح میکنن بعضن. خب این مسئله بسیار مهمه که ما باید بدونیم که اینجا نسبت این سکولاریسم و این تحولات صفوف در اون رژیم هم مهمه، این مهم بودن یه جنبشینه، یه جنبشینه که اینا میتونن در درون نیروهای سرکوب ارگانهای یک پارچه رژیم شکاف ایجاد کنن که ما نیاز داریم برای به هم زدن توازن قدرت، چون یک رژیم هار قوی سرکوبگر که در این حوزه میدونیم سپاه و دستگاه های ایناش خیلی عمیق مثل مسلحن و خشن وجود دارن، از این طرف با دنیا بازی میکنه افکار عمومی تخدیر میکنه، مثل همون 68 که تو جنگ مثلا سعی میکرد افکار عمومی با ناسیالیز با صلح فلا تحقیم ولی کشتار کرد قبلش، یعنی این رژیم ماهیت داره خیلی بیشتر هم الان همچنان اون رو حفظ کرده و خطر داره باید خونسا بشه، یعنی نه اینکه قدرتش همونه، قدرتش بسیار ریزش کرده و سسته، به همین دلیله که وقتی میگم سسته شما میبینید که محرم و که مثلا جمعیت اینطوری کلام میکنه همون عراق امروز بیشتری شکاف پیدا کرده باشه در مورد نزدیکیش به غرب، در مورد نزدیکیش به عربی، در مورد افکار عمومی که در داخل عراق علیه ایران چیه، در مورد کردها و ترکیه که رژیم الان تهدید میکنه به عراق و به زبانش که اگر این نمیدونم فلان و پیمان جا نکنید حمله میکنه،
ببین حتی اونجا پرپال شده، در سوریه هم حتی اعتراضات شروع شده، یعنی رژیم فقط در داخل نیست، اون امپراتوری شیعه اسلام که میخواست بسازه فلان، میبینیم که شاروده نداره، ولی ادعاها پره و تعرض تماما، اینا باید تمام مثل حبابیست که میتره که باید ترکند حتی کامل زودتر. پس بنابراین با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم که مثلا این کمانه کردن ها شمشیر دو دمه، تاکتیک های سنجیده برای استفاده از این وضعیت در خدمت راستای اصلی خیزش و سکولاریزه شدن جامعه و تعمیق اون. و البته یک جمله فقط اضافه کنم، سکولاریسم همواره به معنی استفاده از شیوه های دموکراتیکه. اصلا این دوگانه سازی باید گذاشت کنار، در گذشته در اسان یا گرایش های دیگه گفتمان های دیگه حاکرن، سکولاریسم نمیتونه بدون جذب جامعه، اقناع جامعه، حرکت از درون جوش از پایین اتفاق بیفته، آمرانه به ضد خودش تبدیل میشه. هر جا، هر سخن، هر ایدولوژی، هر مکتبی گفت رافشان گروه بزن کمونیست ها چپ هم همون خطاها رو میکردن و دیدیم قیامت هاشو در یه سطح دیگه. پس بنابراین اینها رو ما باید همه رو توجه داشته باشیم. در یه جنبند رافشان گروه، شما چگونه تأثیرات یه حکومت دینی و جامعه‌ای رو که داره سکولار میشه و جنبشی رو که ما باش روبرو هستیم رو میتونید ببینید؟ یعنی لطف کنید در 3-4 دقیقه بگید ممنون میشه. بدی بود آهای از راهکارگریان رو بگم، یه از اولین کسانی بودن که مثلا گفتن ها این خطرناکه فلانه، بهمان از روز اول ما گفتیم که اینا خطرناکن دیگه، این به حکومت مذهبی فلان بهمان، این به اصطلاح مصیبت به بار میاره، یه نوع فاشیزم فلانه بهمانه. منتها واقعیت اینه که از آنچه که ما حتی اون موقع تصور داشتیم عمیق‌تر بود ویرانگری ها باید. و توجه داشته باشید که امکانات کشور رو تماما به نابودی کشونده. ایران ما مثلا در مقایسه همین سال 55 رو مقایسه کنید، مثلا با ترکیه مقایسه بکنید، واقعیت اینه که چقدر عقب موندیم، یعنی کافیه یه چند تا مقایسه اتفاق بیفته. ببینید همین ماجرا رو که مثلا میبرن این همه آدم رو مثلا به کربلا و فلان و اینا مجانی، خب این که مردم چرا میرن؟ اولا که مردم رو باید دید که چیا میرن، معمولا برای حتی بسیج حامیان خودشون هم هست، بعضی هم که کشور فقر زده ایه، حالا کشور ما فلان و اینا، و خب طبیعی مجانی چی میدن و اینا برن دیگه، فلان و اینا میرن و اینا. منتها میبینید همین خیلی دو تا چهار تا همین کافیه که همین منابعی رو که صرف این زیارت اربعین میکنند و ها که پای پیاده یا با ماشین فلان به ما برن به کربلا، حتی اگر به منطقی که خودشون میگن وفادار بمونن، واقعیت اینه که منابع کشور رو هدر میده. کشور ما کشوری هستیم که نابرابری در اون حالا خیلی بالاست، احتمالاً اون ضریب جینی در ایران، حالا باید بر مبنای آمار به این خاطر احتمالاً بگم که معلوم نیست این آماری که خود رژیم میگه دیگران هم از اونا نقل میکنند و فلان درست باشه، ضریب جینی یکی از بالاترین هاست، به احتمال خیلی زیاد، یعنی نابرابر دهچه درآمدی بالا 10% بالا نسبت به 10% پایین. شاید عربستان سعودی مثلا در حد جمهوری اسلامی باشه، یعنی فکرشو بکنید آمار و اینهایی که منتشر میکنن اینطوریه، بالاترین هاست جز به اون ضریب جینی، واقعا بالاترین هاست. در چنین شرایطی شما بیایید به مردمی که من حتی با مبنای اعتقادات مذهبی، همه مذاهب، همه مذاهب یه چیزی که دارن حمایت از فقرا، توحیدستان، فلان، بهمان، دیها، اگر کسی گرسنه بخوابه مثلا ما همه مسئول هستیم، حتی اگر مثلا 30 خانه اینور 30 خانه اونور فلان مهمان کسی گرسنه، اینها این همه امکانات رو میدن و به جای این اصلا مثلا یک سیستمی که حتی مثلا در قانون اساسی خودشون هم با شارلاتان بازی آوردن، مثلا به پایین ترین دهک های جمعیتی مثلا
سیستم یه تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد بدن و فلان و اینها که اینا بتونن نفس بکشن. اینها رو میکنن. آیا این با معیارهای حتی مذهبی که خودشون گفتند و فلان درسته یا نه؟ مسلمه که درست نیست. میخوام بگم که تفکر مذهبی حتما همون که میگه تغییر میگه، واقعیت اینه که سکولاریزم رو دامن میزنه. چرا؟ چون جامعه متوجه میشه که هر آنچه که اینها میکنند با اساس هم با هر نوع وجدان، هر نوع عقل، هر نوع منطق مباینت داره. سکولاریزم از کجا ناشی میشه؟ واقعیت از اینجا ناشی میشه. یعنی دین، دولت و دین باید از همدیگه جدا باشد دا اینها. و نه تنها این، حالا بران که تو بشه خود سکولاریزم هم فی نفسه دموکراسی به بار نمیاد، آزادی به حتما و حتما باید دموکراسی باشه. من به نظرم در ایران امروز ما بایستی حتما و حتما از حقوق بهایی ها، لا مذهب ها فلان، حالا لا مذهب بگیم فکر کنن که ما در رابطه خودمون بگیم، بهایی ها را چرا بایستی مثلا اینقدر اذیتشون بکنن، کشتار و فلان؟ ما باید از اینها دفاع بکنیم و اینها البته به تا جمهوری اسلامی هست به نتیجه نخواهد رسید. نابرابری در جامعه ما، نابرابری زن و مرد، شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان و اینها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و بایستی ما حتما امروز آزادی، دموکراسی و قطعا و قطعا جدای دین از دولت رو در دستور مثلا حرکت های مردم بذاریم و تاکید بکنیم روی اینا. یه چیز رو اضافه کنم، در واقع خود حتی چیزها اعلام کردن که دهک اول اقتصادی در حال حذف شدن از سفره اقتصادی کشورن. یعنی چه فاجعه‌ای در حال پیش آمده هست. رفیق قری، جنبند شما رو لطف کنید کوتاه برمون میشه. ما وضعیتی که مواجه هستیم، بعد این مسئله رو در برابر خودمون قرار بدیم، یک مسئله بزرگ است. چگونه مثلا این روند سکولاریسم علارغم همین جنبه‌های مختلفی که داشته، اشاره کردیم تو صحبت ها، بتونه بهترین شیوه به سرمنزل مقصود برسه. این بسیار مهمه که از یک طرف ما نیاز داریم که رژیم که خشونت برهنه، تهاجم برهنه، ویژگیش در هم بشکنه. همین مذهبی همین ویژگی‌ها رو داره و به صورت مثل یک قده سرطانی است که در پیکر جامعه، پیکر جهان امروز جامعه لانه کرده، مثل یه انگل تغذیه میکنه و در این حال معاصر هم هست. یعنی فرق میکنه با اون اسلام ها. سیاسی میدونه با دنیای امروز، با تکنولوژی، همه اینا، ولی جوهرش همین درون بودش همونه. خب این مثلا انگل اینقدر بزرگ شده بود، مرحله سرطانی رسیده، با کل پیکر جامعه وجودش در تضاده دیگه. فرق میکنه مراحل تکوین اولیه چند دهه، فرق تفاوت کیفی کرده به مرحله ویرانی و خود ویرانگری جامعه و البته خودش هم منفجر بشه. مهم نیست عمل انتحاری، اگر چون داره میزنه میره، حالا بس سکیده چی در بیاد کسی نمیتونه، خودش هم نمیتونه سوگند بخوره. مکانیزم جامعه خیلی پیچیده است، تعادل ها و مسائل. پس بنابراین به یه چنین وضعی واجهیم، به نظر من باید جوری حرکت کنیم که در این حال شکاف در درون رژیم تشدید بشه، ولی در این حال جنبه هژمونیک و سکولاریزم تقویت بشه. سکولاریزم یعنی اون چیزهایی که کمانه کرده مزاحم نشن، کنترل بشن، هدایت شده باشن زیر این نظر هژمونیک، به عنوان یک روند هایی که دامن زده بشه بدون اینکه ابتکار بیفته دستشون، بدون اینکه مخشوش بشه سفارایی و ما به اصطلاح نیروهامون حرف بزنیم. پس بنابراین یک پدیده اینطوری الان مواجه هستیم. من فکر میکنم در این کلیت ما میتونیم به اصطلاح سکولاریسم اصلی و سکولاریسم مذهبی رو که در اتفاق میفته به نحوی با هم کنار هم قرار بدیم که کل رژیم به عنوان اینکه الان مانع مقدم و خطرناکه، همین رژیم حاکم و ابزار شدن دین به اوجش خود رسیده، به اوج کامل، اینجا رو در واقع خونسا کنیم بدون اینکه مسیرمون گم بشه، اختلال ایجاد بشه. یک چنین استراتژی، تاکتیک، یک چنین رویکردهایی رو در خیزش امروز ما بهش احتیاج داریم که باید گفتمانها اینا رو شفاف بکنن. درود بر شما عزیزان و شما بینندگان عزیز برنامه گفتگو که به این برنامه توجه کردید.
براتون شادی و سلامتی و پیروزی آرزو. شاد باشید.